پارازیت‌ها مانع پیشبینی طوفان شن ماه گذشته تهران شده است. احد وظیفه مدیر پیشبینی هشدار سریع سازمان هواشناسی ایران روز سه‌شنبه به خبرگزاری ایسنا گفته که این سازمان قبل از وقوع طوفان تأثیر پارازیت‌ها در تشخیص پدیده هواشناسی را به سازمان‌های ذی‌ربط اطلاع داده. این کارشناس سازمان هواشناسی ایران گفته که نویز احتمالاً ناشی از تلفن‌های بی سیم و یا فرکانس‌های دیگری که به صورت غیر مجاز وارد فرکانس رادار ما شده، انعکاس‌هایی را در شبکه راداری هواشناسی ایجاد کرد که باعث بروز اختلال در تصویر رادار شد. نه داره میاد سمت ما، اصلا اینور داره میاد. طوفان خرداد ماه در تهران که موجب سقوط درخت و تابلو و مصالح ساختمانی از بالای برخی ساختمان‌های در دست احداث شد، به مرگ 5 نفر و زخمی شدن حدود 80 نفر انجامید. این طوفان سازمان هواشناسی ایران را در مقابل انتقادهایی قرار داد که می‌گفتند چرا این سازمان از پیش‌بینی طوفان عاجز بوده. در ایران سازمانی وجود داره که پارازیت ایجاد میکنه و این سازمان تحت کنترل هیچ کس به غیر از ولی فقیه و رهبری نیست. تولید پارازیت ها میتواند روی رادارهایی که برای هواشناسی به کار برده میشه تأثیر بذاره، چنانچه که در رادارهایی که استفاده میشه در هواشناسی، رادارهایی که رژیم برای پارازیت انداختن به روی امواج رادیویی و تلویزیونی به کار میبره تأثیر میگذاره و میتونه مخدوش بکنه داده هایی که اون داده ها باید از رادارها به کامپیوترها و اون کامپیوترها طبق الگوهایی که دارن بتونن هوا رو پیش بینی بکنن. پارازیت هایی که عمدتاً برای مقابله با شبکه های رادیویی و تلویزیونی فارسی زبان خارج از ایران ارسال میشوند، از موضوعات بحث برانگیز سالهای اخیر بودند. تأثیر این پارازیت ها بر سلامتی شهروندان از مسائلی بوده که همواره نگرانی ها را برانگیخته. تا جایی که حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت ایران سال گذشته از تحقیق در مورد آثار بهداشتی و تأثیر ارسال پارازیت بر سلامت افراد خبر داد. اختلالات هورمونی، سقط جنین، مشکلات باروری و اثر منفی بر اعصاب و روان از جمله آثار ارسال این پارازیت‌ها عنوان شده است. گرچه منبع اصلی ارسال این پارازیت‌ها رسماً اعلام نشده و وزارت ارتباطات در مورد آن اظهار بی‌اطلاعی کرده، اما گروهی از رسانه‌های نزدیک به مخالفان حکومت ایران سپاه پاسداران را مسئول اصلی اجرای طرح ارسال پارازیت دانستند. کوروش صحتی، صدای آمریکا.